سفر سه روزه ی پاپ فرانچسکو به خاور میانه روز شنبه سوم خرداد با ورود او به اردن آغاز خواهد شد. یکی از برنامه های رهبر کاتولیکای جهان در این کشور ملاقات با پناهندگان سوری است. او پس از اردن به اسرائیل و کرانی باختری سفر خواهد کرد. این سفر همزمان با پنجاهمین سالگرد ملاقات تاریخی پاپ پل ششم و پاتریارک آتناگوراس رهبر کلیسای ارتودکس صورت میگیرد که به 900 سال جدایی و اختلاف میان ارتودکس ها و کاتولیکا پایان داده بود اگرچه هدف اصلی از این دیدار رسمی سه روزه بهبود روابط میان کلیسای واتیکان و کلیسای ارتودکس اعلام شده اما انتظار می رود حضور پاپ در خاور میانه به کاهش تنش های موجود کمک کند. از همکنون در اردن و اسرائیل تدابیر امنیتی کاملی برقرار شده. در این سفر یک خواخان و یک روحانی مسلمان پاپ را همراهی خواهند کرد و انتظار می رود این سفر به بهبود روابط بین ادیان کمک کند.